ادامه رمان خانه نویسنده و خواننده هایش، نوشته محمد قرایی، گوینده شریف ریاحی، بخش سوم. قول و قرار نویسنده با خواننده. اگر در جریان کار از شما دلتنگ شوم و نتونم با شما همراه بمونم چی؟ ببینید، من هرگاه شما را آزرده کردم پوزش خواهم خواست و همیشه تلاش خواهم کرد سبب رنجش شما نشوم. اما از بنیاد نباید سراغ چنین گمانه هایی بروید. بیایید آغاز کنیم. در زندگی خودتان هم هزار رخداد پیش آمده و خواهد آمد که شما پیشبینیشان نکرده اید. شما هم قسم میخورید که از من ناراحت نشوید؟ و نه تنها آزرده نمیشوم که تلاش خواهم کرد شما را دوست هم بدارم. ما باید همدیگر را دوست بداریم. هنر ما همین خواهد بود که در همان آن که می دانیم هر کداممان چند اندازه می توانیم بد باشیم، به همدیگر دل بسته باشیم و بکوشیم یکدیگر را پذیرا باشیم. هنر عشق ورزیدن، وگرنه شاهکار نیست که قدیسان را دوست داشته باشیم. اگرچه روشن نیست که آن عشق به قدیسان هم تا چه اندازه زلال و نیالوده باشد، ولی ما باید گام به گام عشق بورزیم تا بتوانیم راه را بپیماییم. با اینکه هزار چیز تلخ می‌بینیم، باز دهانمان را شیرین کنیم، با چشمان عشق بار بخندیم، خنده هایی که از لابلای آن های های گریه به گوش می آید. چقدر آهنگ صداتون غم‌انگیز شد. زندگی اونقدر هم که اندیشه می کنید تلخ و سخت نیست. شاید شما در زندگیتان درد و رنج بسیاری نکشیده باشید. باشد، من پاسخ سوالهایم را دریافت کردم. علت پرسیدنم این بود که نگران شدم نتوانم به عهدی که میبندم عمل کنم. ترس و نگرانی زاییده خواست سست و نااستوار است. ترس و دلهره وقتی پدید میآید که شما برگشتن از خواست خود را شدنی بدانید. ولی اگر شما خواست استواری داشته باشید نمی ترسید. اگرچه اندیشه می کنم که درست نبود بدون اینکه بدونم وارد چه پهنه می شوم عهد بستم، ولی از اینکه شما در همین مدتی که با هم گفتگو کردیم آموزش های ارزندهی به من دادید، علاقه من شدم که در نوشتن داستان به شما کمک کنم. اندیشه می کنم در درونم کششی به وجود اومده که با شما دوست باشم، یعنی شما را دوست بدارم. با شما چیزهای تازه‌ای یاد می گیرم و درک تازه‌تری نسبت به زندگی پیدا می کنم. نویسنده با شادی و در حالی که خواننده را به نشستن روی مبل یکی از اتاق‌ها می خواند و می راند گفت: آفرین، خوشحالم که شما هم اقرار می کنید اصالت با عشق است. عشق در درون شما وجود دارد. این زشتی هاست که اندک اندک عشق را می کاهد و به جای آن کین می نشاند. این همان گوهریست که در شما و هر کس دیگری هست. من هم بیان که شما را بشناسم و بدانم که چه بدی هایی دارید، شما را دوست دارم. چرا گمان می کنید من بدی هایی داشته باشم؟
گمان نمی کنم. می دانم که دارید. مگر پیمان نبستیم که یگان دل باشین؟ چرا؟ خب همه ما بدی هایی داریم و همواره بیش از خوبی ها بدی و زشتی داریم، وگرنه زشتی های روی زمین وجود نمی داشت. منظورتان بخشی از آن بدی هاست؟ خیر، همش. همچنان که خوبی هایش زاده عشقیست که در دلهای انسان ها شعله کشیده. به نظر میرسه که سختی های کار ما داره خودشو نشون میده. نه، هیچ گونه سختی وجود نداره. بگذارید به پاس عشقی که میتونید به یک انسان داشته باشید یک فنجون قهوه براتون بیارم. کمی در آسودگی اندیشه کنید، چون شما میخواهید در نوشتن یک داستان با من هم پیشه شوید و ما داستان را شروع کردیم. این جمله را نویسنده در حالی میگفت که از حال به سمت آشپزخانه کوچک خانهش میرفت و ما داستان را شروع کردیم و ما داستان را شروع کردیم و ما داستان را شروع کردیم. نمیدونید این برای من چقدر مایه خوشبختی است. ما داستان را شروع کردیم، یعنی طرح اون را شروع کردیم و دلبستیم که بتونیم طرح خوبی بریزیم. نویسنده قهوه رو روی میز کوتاه پیش خواننده گذاشت و گفت: نمیدونستم که با قند میخورید یا با شکر. من به دنبال آن به آشپزخانه برگشت، ولی هنگام رفتن در اتاق را پشت سر خود بست. خواننده در همان آن که به روبرو نگاه میکرد مانند نویسندگان و هنرپیشگان فیلم ها گفت: قبل از اینکه داستان شروع شده باشد یا طرح آن تهیه شود، من باید مطمئن باشم که آیا اصلا شایستگی یا ظرفیت این کار را دارم. و نویسنده از آشپزخانه با صدای بلند پاسخ می داد: ولی شما دیگه بعد از قولی که به من داده اید نمیتونید به آن پشت پا بزنید و من دیگه نمیگذارم شما برگردید. اینجا دیگر چارچوب فرمان روایی من است. شما به من فرمان میدی؟ بله، ولی نه با زور و قدرت. خواننده سرش را بالا گرفت تا مطمئن شود که درست میشنود یا نه، اما با کمال شگفتی نگاهش به روزنه چارگوش کوچکی که روی در باز شد افتاد. چشمان نویسنده از روزنه در به اومی نگریست. اصرار نویسنده برخواستش. نویسنده از روزنه چهارگوش روی در می گفت: من با قلبم به شما فرمان می دهم. من ناتوان چگونه می توانم به شما زور بگویم؟ اگر هم بتوانم با تمام نیروی دوست داشتنم این کار را می کنم و شما را نزد خود نگاه می دارم و نمی گذارم از میدان کشش این دوست داشتن بیرون بروید. خواننده که با تعجب به این کارهای نویسندگی نگاه می کرد با خنده گفت: خب حالا چرا از پنجره با من صحبت می کنی؟ نویسنده همچنان که از روزنه کوچک در به خواننده می نگریست با حالتی فرماندهانه گفت: اینا شما به من تحمیل میکنید. منظورتان رو نمیفهمم. میدانم، ولی خودم هم اندوهگینم که نمیتوانم با شما از نزدیک سخن بگویم. آخر چاره ای ندارم. خواننده که حس کرد با سخنان عجیب و غیر منتظره ای روبروست، برخاست تا نزد نویسنده برود و دقیق تر به حرفای او گوش کند، اما کلید در قفل در چرخید. نویسنده همچنان دوستانه گفت: خیلی اندوهگینم که این کار را می کنم، ولی همه این کارها را شما به من استوار کرده اید. چه کارهایی را؟ اصلا چرا شما اینطور صحبت می کنید؟
شاید شما دیوانه باشید. چه کارهایی را من به شما استوار کردم؟ استوار یعنی تحمیل. این که شما را وادار کنم که در این اتاق گرفتار ببخشید مهمان باشید، یعنی شما مرا زندانی کرده اید؟ هرگز، گفتم که شما مهمان من هستید. این چگونه مهمانداری است؟ در را باز کنید آقا و این بازی را کنار بگذارید. شاید بهتر بود از اول به درخواست و وسوسه های شما گوش نمی دادم. دوست عزیز، خواهش میکنم خشمگین نشوید. این یک تقاضای دوستانه است. شما برای کمک به یک نویسنده اینجا هستید. گمان کنید مدتی را در یک هتل به آسایش آمده اید. من هم خدمتگزار شما هستم. شما از جان من چی میخواید؟ میخواید با من چی کنید؟ تنها چیزی که از شما میخوام اینه که کمی اندیشه خودتون رو به کار بگیرید و برای یک داستان نگاره‌ای به من بدهید. کی؟ مگر من نگار پرداز قصه هستم؟ نه، شما بازیگر هستید. یک نویسنده باید بازیگرهای داستان خود را از میان انسانها انتخاب کند و شما یکی از همانها هستید. شوخیتان گرفته. من همسر و فرزند دارم. من برای یک همکاری اندیشه‌ای با شما همراه شدم. نیامدم که زندانی باشم. خواهش میکنم این واژه زندانی را دیگر به کار نبرید. شما مهمان محترم و پر ارج و گرانقدر من هستید. ولی اندوخارانه بگویم، تنها زمانی میتونید از این اتاق خارج بشید که یک اندیشه خوب برای نگاری یک داستان کشنده و ژرف به من بدهید. نه، از بنیاد چرا کار را سخت میکنم؟ یک نگاری ساده ولی پخته بدهید. آخه من چنین توانمندی ندارم. فقط گهگاه یک قصه خوندم. عجب بدبختی پیدا کردم. شما چرا من را انتخاب کردید؟ من شما را برنگزیدم. شما من را برگزیدید. من کی چنین خطایی کردم؟ عجب اشتباهی کردم با شما دوست شدم. نه، این یک شاید یک خوشبختی است که به شما رو کرده. عجب خوشبختی که برای اون باید زندانی بشم. همه خوشبختی های جهان برای کسانی سزا در پی داشته. آگاه شدن و آگاه بودن سزا دارد. مگر عاشق شدن سزا ندارد؟ و مگر عشق بالاترین ویژگی انسانی نیست؟ و مگر بالاترین سزاها از آن عاشقان نیست؟ مگر انسان برای همین آگاهی و عشق نبود که بالاترین و سنگینترین رسالت ها را پذیرفت؟ و مگر به همین خاطر خدا او را ظلوم و جهول نخواند؟ آقای نویسنده، تو را به خدا این حرفا چیه که میزنید؟ خدایا چه کنم؟ اصلا شما کی هستید؟ شاید یک دیوونه اید. چرا من را زندانی کردید؟ خدایا چه مصیبتی؟ واژه درست‌تر را شما به کار بردید. دیوانه یعنی همچون دیو. اینک قرعه فال به نام شمای دیوانه زدند. شما را به خود آقای نویسنده بس کنید. آزادم کنید. آقا راستی شما آیا اسم ندارید؟ چرا من تا به حال اسمتون را نپرسیدم؟ اسم شما چیه؟ اسم من چه اهمیتی برای شما داره؟ گمان کنید نامم هوشنگ و عزیزی نام خانوادگی من باشد. تو را به خدا آقای هوشنگ خان، خواهش میکنم. نویسنده با کمی خشم گفت: خواهش را من از شما کردم.
و باز هم پیگویی میکنم که خواهش میکنم دیگر پافشاری نکنید. به جای این خواهش ها کمی اندیشه کنید و یک نگاره به من بدهید. میدونید شاید اگر به جای این سخنها کمی به اندیشه و نگاره یک داستان میپرداختید تا حالا کارتان پایان یافته بود و میتوانستید از اینجا بروید. Thank you.